بیست تاجر و سرمایه گذار افغانستان تابیت ایران را به دست آوردند سلام بر شما 11 همه می و 21 سوری 1401 هجری شمسی است بر اساس گزارش ها دولت ایران به 20 سرمایه افغانستان تابیت آن کشور را داده است این در حالی است که پس از سقوط جمهوریت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود سرمایه داران افغانستان که بیخواهند تابیت ایران را بگیرند با سرمایه گذاری در ایران می توانند به این کار دست یابند اکنون ما خبرگزاری فارس روز سهشنبه بیستم سور یعنی دیروز گزارش داده است که بیش از 20 تن از تاجران افغانستان که مراحل قانونی تابعیت ایران را تایی کرده بودند با حضور مقام های ایرانی رسما تابعیت این کشور را به دست آوردند بر بنیاد گزارش های تاجران در زمینه تولید و صادرات در ایران سرمایه گذاری کردند علی رضا بیگدلی معاون قنسلگری ایرانیان و معاون امور مجلس وزارت خارجه آن کشور گفته است که دولت از حضور و فعالیت نخبگان افغانستان حمایت می کند. در مورد شهرت این تاجران هنوز چیزی گفتن نشده است این که آنون چقدر در ایران سرمایه گذاری کردن نیست هنوز مشخص نیست. این در حالی است که گروه تا بارها به بازگشت مهاجران به ویژه سرمایه گذاران افغانستان به کشور تاکید کردند. چند پیش کمیسونی به همین منظور ایجاد شد تا روند بازگشت سرمایه گذاران و مهاجران به کشور را تسهیل کند اما وضعیت بدی امنیتی و برخورد زشت و زننده گروه تا با مردم افغانستان و عدم شناسایی این گروه از سوی جهانیان به عنوان یک حکومت در افغانستان چالش‌های را بر انداخته است که مردم افغانستان باور نمی‌توانند به افغانستان برگردند زیرا اکنون میلیون ها نفره که در داخل کشور هستند بیکار هستند و رکود اقتصادی مردم افغانستان را در وضعیت رسانده که اکثریان به فکر نان شب و روزشان هستند از این رو تاجران و سرمایداران افغانستان تلاش میکنند حتی آنانی که در داخل هستند سرمایه های از آن کشور خارج کنند کشورهای عربی، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه و ترکیه از جمله مقاصد بسیاری از تاجران افغانستان برای سرمایه گذاری هست. بعد از سقوط جمهوری ایران به گونه رسمی اعلان کرد که تاجران افغانستان با سرمایه گذاری در آن کشور می تواند آن کشور را به دست بیاورد با وجودی که سه ماه در اوایل از آن اعلام گذشته بود هیچ کسی اعلامی آمادگی نکرده بود تا در ایران سرمایه گذاری کند اما ظاهرا در روزهای اخیر و با توجه به اینکه در افغانستان گروهیتان تا یک حکومتی درست و مشروع به وجود بیاورند بسیاری ها مایل شدند که حداقل اگر نمی توانند به اروپا و کشورهای دیگر بروند در داخل ایران سرمایه گذاری کنند این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران قوانین بسیار سختگیرانه در رابطه با ایتای تابعیت به خصوص برای مردم افغانستان دارد. حتی بسیاری از مهاجران افغانستان که سالها در آن کشور زندگی کرده و همسر ایرانی دارد، نتوانستند برای خود و فرزندانشان تابعیت بگیرند.